الو داداش یوسف، من هایدم. هایده چطوری؟ خیلی خوبم، گوشی رو بدین به زلیخا، کارش دارم. چطوری حرف بزن آخه؟ با نادیا رفته، دیگه اینجا نیست. باشه وایسا شماره نادیا رو بدم. نه خودم شماره نادیا رو دارم. فقط یه چیزی، باش حرف زدی بگو برگرده بیاد اینجا. برگرده بیاد اینجا؟ راستش خیلی با ماهرخ دوست شدن، از وقتی رفته بدون اون نمیخوابه. آخه بیچاره. شما مشکلی دارین؟ منظوری چیه؟ یعنی این که اصلا احساسات بقیه رو نمیفهمین. خب شما برو بیاریش دیگه. چطوری؟ اون دیگه الان با نادیا دوست شده، همین که منو ببینه میگه برو یوسف تو کی هستی؟ خب بهش بگید که کی هستی؟ آره من از چیزی نمیترسم، ولی جالب نیست کسی باور میکنه که به خاطر ماهرخ رفتم دنبالش؟ چی شد؟ هیچی، من باش حرف بزنم. آره بزن، آخرشم اینو بگو که صبح بیاد، بهش بگو که ماهرخ به خاطر اون مدرسه نرفته. چرا؟ ای بابا وقتی کل شب بیدار باشه پس کی بخوابه؟ صبح کی بره مدرسه ها؟ حتما بهش میگم. حرف بزن. فعلا. یه لحظه. بله. اسمی از من نبری. حتما. فعلا. فعلا. اونجا دو تا عاشق زندگی میکنن، ازدواج عاشقانه کردن، برای همدیگه میمردن، اصلا مرده بودن، به موقع دکتر نجاتشون داد، وگرنه خب یه عالمه قرص خواب خورده بودن، یه نامه با هم نوشته بودن که تو این دنیا هیچ کس نذاش به هم برسیم، برای همین اونجا به هم میرسیم. اونجا یعنی بالا. بعدش چی شد؟ چی بشه؟ دکترها گفتن نه، دوتاتون به هم میرسین. اونا رو به هم رسوندن. وقتی هم که نجات پیدا کردن خانوادشون هم قبول کردن. یعنی ازدواج کردن. چقدر خوششانس. نه دقیقاً 15 روز پیش اون دختره بازم قرص خواب خورد. این دفعه برای چی؟ چون نمیخواست دیگه با اون زندگی کنه. میگه هیچ کاری نمیکنه. تمام روزا فقط از عشق حرف میزنه. اون آدمایی هم که اونجا زندگی میکنن اونا هم ازدواج عاشقانه کردن از 50 سال قبل. هنوز هم دست همدیگر رو میگیرن، میگن وقتی که مردیم دست همو ول میکنیم. من اینقدی بودم، از اون موقع میدیدمشون. تو هم همینقد دوستش داری دیگه، مگه نه؟ اون که همینقد میخوادت، جونش رو برای تو به خطر انداخته. کی جونش رو میگیره؟ زلیخا دیگه. تو اینقدر میشناسیش؟ من با چشمای خودم دیدم. اسم تو که میگفت سرخ میشد. منم با چشمای خودم دیدم. تو هم وقتی اسمشو میاری سرخ میشی. دروغ نگو. این دفعه توی دردسر بزرگ میندازمت. خیلی خوب. حالا به جون یوسف قسم بخور و بگو که عاشقش نیستی. من سردم شده، بریم.
شمایید؟ زلیخا کجاست؟ ببینید، دارید قانون رو زیر پا میذارید. اینجوری براتون گرون تموم میشه. بزنید استخونای این عوضی رو بشکنی. دارت آشکاری نداشتیم. من خونه نمیام بابا. اگه برای بردن دخترتون اینقدر آدم با خودتون آوردی، منم با خودم فکر میکنم شما دخترتون رو عروس نکردین، بلکه فروختین. این بی همه چیزو بندازی تو ماشین. چه ای بابا بیاداری میکنی؟ برو تو ماشین. یوسف؟ یوسف؟ این وقت شب کجا داری میری؟ میرم پیش تاج بابا. حس میکنم یه چیزی شده. گوشی تاج خاموشه، نادی هم جواب نمیده. حتما خوابیدن. نه بابا، به دلم افتاده چیزی شده. چیزی شده؟ چی شده؟ اینو نمیدونم. موتور رو ببرم؟ سویچشو میارم. خیلی مراقب باش. باش. چی شده؟ باباش اومده بود خونمون با اسلحه و کلی آدم. عمران مغیث هم همراهشون بود. بردنش؟ آره. ببین یوسف، تنها نرو. اونا بوی از انسانیت نبردن، میگیرن میکشنت. اونا کی بودن نادیا؟ بگو دیگه، برای چی اومده بودن سر صدا میکردن؟ تو هم زخمی شدی؟ رو تو هم دست بلند کردن؟ اون دختر دیگه کی بود؟ چرا به زور میخواستن ببرنش؟ اون دختر دختر خودشون بود. نه خیر، فرار نکرده بود. اون داشت برای حق واقعی خودش میجنگید. آها فهمیدم، پس فرار کرده. تو رو خود اگه یه دختری برای نجات جونش از خونه بیرون اومد، خواهشن نگین که اون فرار کرده. بهش تهمت نزنید. میفهمین دارم چی میگم؟ منو تنها بذارید. من واقعا هیچ جوابی برای سوالای شما ندارم. الو، من هایدم، زلیخا. آه هایده، گوشی رو بده به زلیخا حرف بزنه. نتونست که فرار کنه، رفتش. واقعا؟ بازم رفت؟ از حرفای داداش یوسف معلوم بود که میاد دنبالش و میبرتش. پدر و برادرت اومدن اینجا و بردنش.